لقمان عتمی از چهره های آشنای موسیقی ایرانه. او از کودکی نواختن ویولون را آغاز کرد و سالهاست که با موسیقی زندگی میکنه. لقمان عتمی مدرک کارشناسی خود را در رشته موسیقی از دانشکده هنرهای زیبای تهران دریافت کرد و پس از اون تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد در کنسرواتوار موسیقی سینسیناتی در ایالت اوهایو ادامه داد. او سالهاست که در آمریکا زندگی میکنه و با بسیاری از هنرمندان سرشناس ایرانی همکاری داشته. هنرمندانی چون ستار، ابی و یا مارتیک. شمال آخرین آلبوم موسیقی لقمان عتمی است که چندی پیش در آمریکا منتشر شد. آلبومی که مجموعه ای از آثار به یاد ماندنی این هنرمند رو در بر میگیره. لقمان عتمی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در لس آنجلس با ما همراه هستید. تشکر میکنم. خوشحالم از اینکه این سعادت رو دارم که صدامو از طریق پل ارتباطی VOA به گوش هموطنان و همزبانان عزیزم در سراسر جهان برسونم. آقای عتمی، اگه موافق باشید یه مقدار راجع به زندگی شخصیتون صحبت کنیم. شما چرا ایران رو ترک کردید و الان چند ساله در آمریکا زندگی میکنید؟ من تقریبا نزدیک 31 ساله در آمریکا زندگی میکنم. علتش هم داشتن دو برادر بود اینجا و اونها پایگاهی شدن برای اینکه من بتونم با همسرم بیام به آمریکا و قصدم ادامه تحصیل بود که به هر حال بعد از خاتمه کارها در امریکا اقامت گزیدم و سالهاست که در اینجا زندگی میکنم. اینجا مثل اینکه خیلی خاکش گیرایی داره، هر کس میاد میمونه. موندگار شدید. خلاصه سالهاست الان در جنوب کالیفرنیا هستید. خب یه مقدار درباره مدرسه هنری موسیقیتون صحبت بکنین. میدونم شما چند سالی هستش که بیشتر وقت خودتون رو صرف آموزش موسیقی به نوجوانان میکنید. آیا درسته که نسل دوم و سوم ایرانی ها علاقه بیشتری به فراگیری موسیقی نشون دادن؟ همینطور جناب مکری، خدمتتون عرض کنم که به طور کلی بچه های جوانی که در اینجا زندگی میکنند اون آتشی رو که من میبینم تعجب میکنم. مثل اینکه فرهنگ ما بسیار بسیار مانایی داره حتی در نسل جوان و خیلی علاقه من هستم. من نزدیک به 18 سال پیش یک مرکزی رو در شهر اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا
دایر کردم به اسم هنرکده موسیقی باربد یا و آدرس وبسایتش هم هست internationalmusicschool.com و در این مرکز این سعادت رو داشتم که اساتید ایرانی از دوستان و بزرگان موسیقی ایرانی به من دست همکاری دادن و مجموعاً در حدود 20 تا معلم هستیم که مشغول به کار هستیم و چه نوباوگان ایرانی و چه غیر ایرانی ها از نژادهای مختلف استقبال میکنن و غیر از ایرانی ها کسان دیگه هم هستن که جذب موسیقی و فرهنگ ما شدن در سراسر جهان. میبینید امروز به خصوص با داشتن یوتیوب و وسایل تکنولوژی که در اختیار ما هست، در حقیقت همه مستحضر هستید که این داستان اتفاق بیفته. آقای عتمی، شما در طول سالها فعالیت حرفه‌ایتون با خیلی از خوانندگان و هنرمندان بزرگ ایرانی کار کردید. برای اینکه یه مقدار بینندگان جوان ما با کارهای شما بیشتر آشنا بشن، سپاسگزار میشم 3-4 تا کاری که خودتون بیشتر دوست دارین و با خوانندگان ایرانی انجام دادید راجبش صحبت کنین. خواهش میکنم. من همیشه این سعادت رو داشتم که بخت یاری کرده و به اصطلاح با بهترین های موسیقی ایران همدم بودم و افتخار آشنایی و همکاریشون رو داشتم. با هنرمندانی که من کار کردم، خانم هایده بوده، خانم مهستی بوده، آقای ابی بوده، آقای ستار بوده که بیشترین کارهامو به ستار دادم، آقای مرتضی بوده، خیلی از دوستان عزیز دیگر، آقای مارتیک بوده، الان حضور ذهن ندارم که همه رو نام ببرم، منو ببخشید، ولی تعداد زیادی از هنرمندان بودند. مقدار زیادی کار تنظیم کردم، کار آهنگسازی کردم و معروفترین کارهام در زمینه موسیقی روز یا پاپ، یکی میلاد به نام میلاد که شعر و آهنگ از خود بنده است و این آهنگ رو به مناسبت این که با همسر نازنینم آشنایی پیدا کردم براش ساختم و به هر حال مثل این که برای همه عاشقا به دردشون خورده، چون اکثر ایرانی ها میشناسن و این ملودی برای این که خاطر عزیزان رو تازه کنم. لحظه دیدار تو شد روز میلاد من، غیر تو هر نقش دیگر رفته از یاد من. تو میدونی زبون شاپرک ها رو. این بخش اول میلاده که البته حتما مستحضر هستید که آقای ابی بهتر از من خونده اینو. به هر حال همین که شما این ترانه و آهنگ رو هم ساختید خودش از ویژگی های مهم این اثر محسوب میشه. پرسش بعدی من در همین رابطه است. های عتمی، بسیاری از علاقمندان به موسیقی معمولا فقط نام خواننده یک اثر رو به خاطر میارن و خب این ترانه ها به یه نحوی مرتبط میشه فقط با خواننده که اون رو خونده. علتش چه هست؟ فکر میکنید چرا کمتر به آهنگساز یا ترانه سرا اون اعتبار رو میدن؟ این کم توجهی از کجا ناشی میشه؟ والا خب این کم توجهی جنبه تاریخی داره. میدونید که موسیقی همیشه مورد کم لطفی قرار گرفته در فرهنگ ما و بیشتر توجه به ادبیات بوده و در این زمینه خب طبیعتاً باید عرض کنم که مردم بیشتر تربیت شدن برای به اصطلاح توجه به ادبیات و خب طبیعتاً وقتی به ادبیات بیشتر توجه بشه، بیشتر به اصطلاح مسائلی که غیر از موسیقی توجه شده و یه چیز طبیعیه و بدون تردید بستگی داره به آشنایی مردم با موسیقی، که امیدوار هستیم در نسل جدید این مشکل و معضل برطرف بشه.